خانم مریم رجوی بار دیگر مغازه‌داران و کسبه غیرتمند را با الگوی پاساژ کوروش در تهران به تعطیل مغازه‌ها و بازار در اعتراض به آزار و اهانت گشتی‌های رژیم زنستیز آخوندی به ویژه در روز سه‌شنبه 21 تیر فراخواند. حجاب اجباری و در نقطه مقابل آن بی‌حجابی اجباری، روش شناخته شده دیکتاتوری‌های آزادی‌کش از رضا شاه تا خمینی است که باید در مقابل آن به اعتراض و قیام برخاست. خانم رجوی افسود شورای ملی مقاومت ایران در طرح آزادی‌ها و حقوق زنان در فروردین 1366 بر حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش در مورد تمام زنان ایرانی تأکید ورزیده و کلیه اعضا و نیروهای مقاومت به آن التزام دارند. خانم رجوی: ما پیوسته نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. دوستان عزیز، حضار محترم، عرصه فراگیر دیگر در اعمال خشونت و اجبار حجاب اجباری است. زنان ایران از نخستین هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند. در همان روزها زنان مجاهد فعالانه در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت داشتند. آخوند روحانی در کتاب خاطرات خود اعتراف کرده که خودش به عنوان نماینده خمینی در اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش مبتکر تحمیل حجاب اجباری در ادارات ارتش بوده و شخصاً در تمام این ادارات حاضر شده و حجاب را اجباری کرده است. همچنین سلسله از قوانین وضع شده که آزادی فردی و اجتماعی را از زن ایرانی سلب می کند. چند نهاد ویژه سرکوب تأسیس کردند که کارشان مقابله با بدحجابی است. مطابق گزارش های رسمی، ماموران تنها در عرض یک سال با 3,600,000 به اصطلاح بدحجاب در خیابانها برخورد کرده و 18,000 نفر را به دادگاه کشاند. در واقع آنها ایران را به یک زندان بزرگ زنان تبدیل کردند. همچنین دو سال پیش عوامل رژیم به صورت شماری از زنان در اصفهان اسید پاشیدند و هنوز که هنوز است دخترانی مثل سهیلا، ندا و سارا از آن جراحت ها می سوزند و زجر می کشند. دردان ها در حقیقت نمود درد ها و مصائب زن ایرانی است. به همین دلیل ما باز هم می گوییم زن ایرانی باید آزاد باشد، باید خودش انتخاب کند که چه عقیده‌ای داشته باشد، چه بپوشد و چگونه زندگی کند. و تکرار می‌کنی و تکرار می‌کنی: نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری.